سرخط خبر. آمریکا در پی مکانیسم ماشه ایران به دنبال موشک‌های بیشتر. روحانی از دو موشک بالستیک و کروز رونمایی کرد. لو رفتن سوالات کنکور سراسری در ایران، سازمان سنجش از بازداشت چند نفر خبر داد. در این دوره مردم همه شاهد بودند که وزارت برای هیچ کس مزاحمت نداشت، در دانشگاه‌ها برای اساتید، برای دانشجوها. دفاع همه جانبه وزارت اطلاعات ایران از عملکردش. علوی میگوید قانون و شرع کاملا رعایت شده. و به زودی شاید بتوانید در سرعت بالا فرمان را رها کنید. سلام و عصر بخیر به این مجموعه خبری از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم. ایران امروز از دو موشک بالستیک و کروز جدید رونمایی کرده. این موشک ها به اسم قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی مهندس، نائب رئیس هشت شعبی عراق نامگذاری شده که در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم رونمایی از این محصولات نظامی خواهان تمرکز بیشتر بر تولید موشک‌های کروز شد. این در حالی است که آمریکا بعد از شکست تلاشش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل، امروز درخواست خود برای کشیدن ماشه بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را مطرح می‌کند. فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد. از موشک بالستیک شهید حاج قاسم سلیمانی و موشک کروز شهید ابو مهدی المهندس رونمایی بفرمایید. علی برکت الله. رونمایی از دو موشک جدید توسط وزارت دفاع ایران چند روز بعد از ناکامی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی تهران در سازمان ملل. حالا ایران در آستانه روز صنعت دفاعی از مجموعی از دستاوردهای نظامیش پرده برداری کرده و دو موشک بالستیک و کروز از جمله تولیدات آنهاست. امروز با یک جهش واقعی دونیم برابری و با ساخت موشکی با نام مجاهد شهید ابو مهدی به برد بالای 1000 کیلومتر دست یافته ایم و در حوزه موشک‌های بالستیک سوخت جامد که در عملیات‌های مختلف علیه تروریست‌های داعش بعد از اهواز و همینطور علیه جنایتکاران امریکایی بعد از شهادت شهید بزرگ ایران شهید حاج قاسم سلیمانی کارایی خودشون رو به خوبی نشون دادن، امروز با یک جهش 100% به برد 1400 کیلومتری از ذوالفقار 700 کیلومتری رسیدیم. اوایل مرداد ماه هم سپاه پاسداران از شلیک دو موشک بالستیک از اعماق زمین در رزمایشی نزدیک خلیج فارس خبر داد، اما مشخصات آنها را محرمانه نگه داشت. آمریکا و کشورهای غربی نگران فعالیت‌های موشکی ایرانند که با وجود قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل ادامه داشته. این کشورها با استناد به این قطعنامه میگویند که جمهوری اسلامی اجازه گسترش فعالیت‌های موشکی‌اش را ندارد. پاسخ ایران همیشه این بوده که اقداماتش تهاجمی نیست. جمهوری اسلامی ایران در زمینه دفاعی هر چه تولید میکنه و هر چه تحقیق میکنه و هر چه تلاش میکنه و هر چه خودش آماده میکنه بر مبنای استراتژی بازدارندگی و دفاعی است. ما استراتژی تهاجم نداریم. ما نمیخواهیم جایی رو اشغال کنیم. ما نمیتونیم، نمیخواهیم به ملتی صدمه بزنیم. حالا در شرایطی که کمتر از دو ماه تا زمان انقضای تحریم تسلیحاتی ایران در قطعنامه شورای امنیت باقی مانده، آمریکا آخرین تیر ترکشش را برای ایستادن در مقابل ایران برداشته. امروز از مایک پومپئو وزیر خارجه خواستم شورای امنیت سازمان ملل را از قصد آمریکا برای بازگرداندن تقریبا همه تحریم‌های معلق شده قبلی سازمان ملل علیه ایران آگاه کند. اقدامی که کشورهای باقی مانده در برجام موافق آن نیستند و ایران هم میگوید تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای و نظامیش نخواهد داشت. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی.
همانطور که گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرده که از وزارت خارجه آمریکا خواسته به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد که آمریکا می‌خواهد همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را که قبلاً تعلیق شده بود برگرداند. وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز رسماً بابت آنچه نقض تعهدات ایران بر اساس برجام خوانده شده به شورای امنیت شکایت کند، اقدامی که آغاز رسمی دوره 30 روزه‌ای برای مکانیسم ماشه خواهد بود. پیشتر از همکارم هادی نیلی در مریلند در شرق آمریکا درباره جزئیات این تلاش تازه آمریکا سوال کردم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قراره که امروز بعد از ظهر به وقت محلی، یعنی ساعت آخر شب به وقت تهران میشه، با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در محل اقامت آقای گوترش دیدار بکنه و به نوعی با اعلام رئیس جمهور آمریکا بود که قطعی شد که وزیر خارجه آمریکا امروز به شورای امنیت شکایت تسلیم خواهد کرد علیه ایران در مورد اینکه ایران از تعهداتش کوتاهی کرده در مورد قطعنامه 2231 و بر این اساس آمریکا خواستار بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل قبل از برجام علیه ایران خواهد بود. این اتفاقی است که انتظارش می‌رفت، به خصوص بعد از رأی‌گیری که در شورای امنیت شد و پیشنهاد آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران با استقبال بقیه کشورها روبرو نشد و در این شورای امنیت رد شد، بدون اینکه لازم بشه چین و روسیه اون رو وتو بکنن، چون فقط جمهوری دومینیکن حاضر شده بود از این پیشنهاد حمایت بکنه. با توجه به اینکه میدونیم سایر اعضای برجام اروپایی‌ها، چین و روسیه، خود دبیر کل سازمان ملل متحد بارها تاکید کرده بر این اصل که آمریکا با توجه به اینکه عضو برجام نیست شاید نتونه از مکانیزم‌های این معاهده استفاده بکنه، چه گزینه‌ها و تأثیراتی محتمله؟ اینطور که گمان میره، احتمالاً رئیس دوره شورای امنیت اندونزی بعد از رایزنی تک به تک با اعضای شورای امنیت هفته آینده احتمالاً اعلام بکنه این رو به طور رسمی که خودش رو نمیتونه ناظر این ببینه که چنین روندی اجرا بشه، چون اعضای شورای امنیت اتفاق نظر ندارن در موردش. ممکنه که حتی بخش عمده 15 کشور با این روند مخالفت داشته باشند. در این صورت آمریکا به طور یک جانبه، یعنی از طرف خودش، اعلام خواهد کرد که تلقیش اینه که به هر حال تحریم‌ها برگشتن و به این ترتیب از اواخر ماه سپتامبر که تقریبا همزمان هست با مجمع عمومی سازمان ملل که امسال البته به طور مجازی برگزار میشه ولی دونالد ترامپ احتمالاً در اون به طور شخصی و حضوری حاضر خواهد شد، همون موقع ها اواخر سپتامبر، یعنی حدود یک ماه دیگه، آمریکا اعلام خواهد کرد که به نظرش تحریم‌ها برگشته و در اون صورت خیلی ناظران تعبیرشون اینه که از اون به بعد دو دنیای موازی خواهد بود، یکی آمریکا و کسانی که این موضعش رو مثبت می‌دونن و در واقع قبول می‌کنن و بقیه کشورها در طرف دیگر در دنیای دیگر که آمریکا میگه که این تحریم‌ها برگشته، کشورهای دیگه میگن نه بر نگشته، ولی در این صورت یک در واقع مناقشه کم سابقه در سطح شورای امنیت سازمان ملل جریان خواهد داشت. از نظر اینکه این تحریم‌ها که برمیگرده چقدر برای ایران تعیین کننده و متفاوت در واقع چیزی رو عوض می‌کنه، همین الان سخت‌ترین تحریم‌ها رو، همونطور که خود دونالد ترامپ هم دیروز در کاخ سفید گفت، سخت‌ترین تحریم‌های ممکن رو داره اجرا می‌کنه علیه ایران، تحریم‌هایی که مشکلات اقتصادی خود آقای ترامپ اشاره کرد که ایجاد کرده، اذعان کرد که ایجاد کرده برای ایران، و بر این اساس این تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل شاید بیشتر در دراز مدت باشه که مهم باشه که آمریکا پای این حرف میسته یا نه، اینکه تحریم‌های تسلیحاتی ایران برگشته یا نه. از طرف دیگه شاید کسانی که در پی در واقع نگاه به این دارن که تنش‌ها بیشتر بشه، نگاه به این دارن که در نهایت تنش‌ها سطحش از اینی که هست بالاتر بره، شاید منتظر واکنش تهران هم باشن، واکنشی که طرفداران برجام چه در آمریکا و چه در کشورهای اروپایی دارن از جمهوری اسلامی میخوان که واکنشش رو کنترل بکنه در واکنش به اونچه که آمریکا داره اجرا میکنه در شورای امنیت، و با واکنش تند تهران فضا تنشش بالاتر از این نره. این هشداری است که ناظران میدهند. با هادی نیلی گفتگو میکردم. دومین روز از آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌های ایران برگزار شد، آزمونی که به دلیل نگرانی‌های مربوط به شیوع کرونا
بحث برانگیز شده بود. آزمون امروز مربوط به دو گروه ریاضی و علوم انسانی بوده. در حالی که رسانه‌های ایران از اجرای ضوابط بهداشتی مرتبط با کرونا خبر دادند، گزارش‌هایی هم از نقض این مقررات منتشر شده. در همین حال سازمان سنجش گفته در حال بررسی گزارش‌های مربوط به درز سوالات کنکور است. باران عباسی گزارش می‌دهد. کنکور سراسری زیر سایه کرونا. روز امتحان برای دو گروه ریاضی و علوم انسانی. دومین روز از چهار روز رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها. ساعت‌های تعیین کننده در زندگی بسیاری از این دانش آموزان. آزمونی که با شرایطی متفاوت و با حواشی بسیار برگزار شد. هشدارها درباره حضور 1,400,000 داوطلب در فضاهای بسته در شرایطی که استانهای زیادی در وضعیت قرمز شیوع بیماری‌اند و اصرار دولت به برگزاری آزمون در موعد تعیین شده با وعده اعمال مقررات بهداشتی سختگیرانه. کنکور برگزار بشه منتها با همه پروتکل‌های بهداشتی، مثل اینکه مردم از خونه خارج میشن با پروتکل بهداشتی، فروشگاه میرن با پروتکل بهداشتی، سر کار میرن، خدمات میگیرن، سفر میرن، همه ما که همه مردم دارن همه کار میکنن، همه چیز درسته، فقط کنکور که آمد آسمان به زمین افتاد. امروز بعضی راضی از نحوه مدیریت امتحان. فاصله بچه‌ها توی آزمون و صندلی‌ها خیلی خوب بود. ماسکا رو بچه‌ها میتونستن بدن پایین که پوشش روی دماغ و دهنشون نداشته باشه که بتونن بهتر نفس بکشن. تهویه ها خیلی خوب بود، کولرها ولی همه خاموش بود. و بعضی نگران از تجمع دانش آموزان و پدر و مادرهایشان و رعایت نشدن فاصله فیزیکی. ماسک بزنن، تجمع دارن. پدران عزیز، مادران گرامی، بله، جلوتر تجمع نکنید. در کشوری که بنابر آمار رسمی همچنان هر روز صدها هزار نفر گرفتار این همه‌گیری می‌شوند. به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته حدود 2300 مبتلای جدید شناسایی شده و 139 نفر هم جان خود را از دست دادند. به این ترتیب آمار رسمی کل مبتلایان به حدود 353,000 نفر و جان باختگان به حدود 20,300 نفر رسیده. هرچند بنابر اطلاعات منابع بیمارستانی آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. شرایطی که به نظر می‌رسد بعضی را از شرکت در آزمون منصرف کرده. منابع رسمی میگویند امسال در دو گروه ریاضی و علوم انسانی بیش از 64,000 نفر کارت ورود به جلسه را دریافت نکردند، 10% بیشتر از سال گذشته. در آزمون دکتری هم که چند هفته پیش برگزار شد، حدود 1/3 داوطلبان غایب بودند و بیش از 25% داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد هم به جلسه امتحان نیامدند. اما حواشی کنکور امسال تنها مربوط به شیوع کرونا نبوده. تصاویری از سوالات آزمون‌های امروز و دیروز در اینترنت منتشر شده. سازمان سنجش گفته در یک مورد یک داوطلب مبتلا به کرونا که در بیمارستان امتحان می‌داد با موبایلش از سوالات عکس گرفته و آنها را منتشر کرده. به گفته این سازمان بعضی از متخلفان دستگیر شدند. نمونه‌ای از پیامدهای برگزاری کنکور در شرایط غیرعادی. تصمیمی که همین حالا هم به گفته یک عضو ستاد مدیریت کرونا در شیوع بیشتر ویروس مؤثر بوده. ما تو همین کنکور اخیری که برگزار شد، کنکور ارشد، کیسی رو خود من باش برخورد کردم که یک نفر کنکوری وقتی برگشته، قبلش هیچ موردی نبوده، 17 نفر از اعضای خانواده و کسایی باشه مواجه داشته رو آلوده کرده و آلوده شده اومده. بله. اینکه آیا اتفاقی مشابه برای شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی رخ می‌دهد یا نه، سوالی است که شاید تا دو هفته دیگر مشخص شود، زودتر از اعلام نتایج کنکور. دعای آنهایی که بیرون مراکز آزمون در انتظار بودند، امسال شاید نه تنها انتخاب گزینه صحیح در امتحان، بلکه سالم بیرون آمدن فرزندانشان از این درها باشد. باران عباسی، بی بی سی. همکارم رجا اسدی با ماست. رجا، وقتت بخیر. لو رفتن سوالهای کنکور در شبکه‌های اجتماعی بسیار سر و صدا کرده. کاربرها چی نوشتن؟ علی، از دیروز این اتفاق افتاد بعد از اینکه آزمون کنکور هنر برگزار شد. خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی پیچید. بعضی‌ها
گفتند که سوالات در دارک وب یا وب تاریک منتشر شده. دارک وب شبکه‌ای که دسترسی عمومی بهش خیلی مشکله و معمولا خدمات و کالاهای غیرقانونی توش توزیع میشه. عکس‌هایی هم گرفته بودن که این سوالات رو و جواب سوالات کنکور رو میتونیم در اینجا میتونستن کاربران در اینجا خریداری کنن. و همونطور که در گزارش هم دیدیم تصاویری از سوالات منتشر شد و همین باعث شد که نگرانی کاربران و داوطلبان زیاد بشه. این نگرانی انگار دست از سرشون بر نمی‌داره و از قبل از ماجراهای برگزاری کنکور و اختلاف و نظرها و اینکه واقعا تا تقریبا یکی دو هفته پیش نمی‌دونستن آیا برگزار میشه یا نه برای داوطلبان بوده و حالا هم که کنکور رو دادن بخواد به جای اینکه به نظر بیاد خیالشون راحت شده و دیگه حالا باری از دوششون برداشته شده، صحبت از تقلب در ارائه سوالات کنکور پیش اومده. خیلی ها این درخواست دارن، میگن که باید کنکور ابطال بشه برای اینکه سالها لو رفته. اما به نظر میاد کسی از این کاربران که نگران این موضوع هستن به حرفای مسئولان اهمیتی نمیدن. در گزارش هم داشتیم که مسئولان گفتن سوالات لو نرفته و کسایی که سوالها رو در حین امتحان یا بعد از امتحان منتشر کردن ازش عکس گرفتن، مثل اون بیمار کرونایی که در بیمارستان تونسته بود عکس بگیره از سوالهای بخش سوالهای عمومی کنکور، اینها رو دستگیر کردیم. اما باز هم زیر بار نرفتن و گفتن که سوالهایی که قبل از آزمون کنکور منتشر شده بود مربوط به سال گذشته است و از داوطلبا خواستن که این حرفا رو باور نکنن و اینها همه کلاهبرداریه. اما با اینکه مسئولان این توضیحات رو دادن، کاربران و داوطلبان همچنان نگرانن هم. و خیلی این سوال رو میکنن پس تکلیف ما که خیلی زحمت کشیدیم چیه و نه تنها جانمون رو به خطر انداختیم رفتیم امتحان دادیم و حالا هم حقمون هم ضایع شده و این خیلی قبولش برای داوطلبان خیلی مشکله. در مورد رعایت ضوابط بهداشتی که به هر حال سر و صدا در موردش زیاد بود، حدس و گمان زیاد بود پیش از برگزاری کنکور، کاربرها چی گفتن؟ حرفای زد و نقیض زیاد به نظر میسه. خب میدونیم که خیلی امروز 500,000 نفر رفتن امتحان دادن و مراکز آزمون در همه جای کشور بوده، بنابراین نمیشه یک صحبت قاطع کرد که همه جا پروتکل های بهداشتی رعایت شده. و ما پیام هایی داشتیم که گفتن رعایت شده، خیلی خوب با فاصله نشستن، همه ماسک زدن. و پیام هایی هم داشتیم که گفتن فاصله صندلی ها مناسب نبوده، ازدحام بوده در حال ورود و خروج. اما چیزی که به نظر میرسه مایه نگرانی خیلی هاست اینه که ازدحام بیرون از مراکز برگزاری کنکور زیاد بوده و در بیرون از این مراکز پدر مادرها و خویشاوندان داوطلبان رعایت نکردن، خیلی ازدحام بوده تا وارد بشن، پدر مادرها و همدیگه نزدیک بودن و بچه هاشون، و این یه چیزیه که باعث نگرانی خیلی ها شده. سپاسگزارم رجا اسدی همکار ما. به نیمه راه رسیدیم، نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در حالی که آمریکا به دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه برای برگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است، رئیس جمهوری این کشور از دو موشک بالستیک و کروز جدید ایران رونمایی کرده. در دومین روز برگزاری کنکور سراسری ورود به دانشگاه‌های ایران، سازمان سنجش گفته بعضی از افراد که تصاویر سوالات آزمون را منتشر کرده بودند بازداشت شدند. در ادامه این برنامه، با تکنولوژی جدید شاید به زودی بتوان در سرعت بالا فرمان را رها کرد. وزیر اطلاعات ایران از عملکرد این وزارتخانه کاملا دفاع کرده. محمود علوی در برنامه تلویزیونی مدعی شده که در سالهای اخیر وزارت اطلاعات ایران هیچ مزاحمتی برای رسانه‌ها، احزاب سیاسی و اقلیت‌های مذهبی نداشته. ما از همون اول اساس کار رو بر پایه شرع و اخلاق و قانون گذاشتیم. اونجایی که دیدیم کاری صورت گرفته که با شرع مغایر هست اونو جبران کردیم. مثلا در مورد کسانی که دستگیر شده بودن به عنوان کسانی که دانشمندان هسته‌ای رو ترور کردن و بخشی از همکاران ما میگفتن اینها در واقع تروریست نیستن و به اشتباه اینا رو دستگیر کردن، بررسی بسیار دقیق شد و سرانجام مشخص شد که اینها نیستن. ما شرعاً گفتیم مجاز نیستیم اینها رو نگه بداریم، باید اینها رو آزاد بکنیم، از اینها هم عذرخواهی بکنیم، خسارات مالیشون هم پرداخت بکنیم و این کار صورت گرفت و این کار در سرویس‌های امنیتی تقریباً یک کار بی‌سابقه است. در این دوره مردم همه شاهد بودن که وزارت برای هیچ کس مزاحمت نداشت، در دانشگاه‌ها برای اساتید، برای دانشجوها، در حوزه‌ها برای مدرسین، برای طلاب.
محمود علوی بود، وزیر اطلاعات ایران. اجازه بدید که با رضا علیجانی صحبت بکنیم، فعال ملی مذهبی که از پاریس با ما هستند. آقای علیجانی، چی فکر میکنید در مورد آنچه که آقای علوی گفتن؟ با سلام. بحثای آقای علوی البته دو سه تا محور مهم داشت. یه محورش هم که شما الان پخش کردین و این که به دوربین نگاه میکنه و ایشون دروغ میگه، پاسخ ایشون رو فقط با لیست زندانی ها میشه داد. شاکی نرگس محمدی کیه؟ شاکی مثلا دکتر رفیعی کیه؟ این رو لیست زندانی ها پاسخ میده. و ادعای بزرگی که ایشون کرد که ما شاهد همگرایی بسیار قویه بین اقوام و نظام هستیم. اینم خب به هر حال اقوام ایرانی پاسخش رو میدن و به هر حال بقای کشور آشکارتر از اونه. ولی نکته مهمی که گفتن که بله، ترور دانشمندان هسته ای ما اشتباه کرده بودیم، به اشتباهمون پی بردیم، عذرخواهی کردیم، تموم شد. خب همین، اولا که شما ده ها خانواده رو سرنوشتش رو به خاک سیاه نشوندید. ثانیا شما که نهاد اطلاعاتی هستین بگین که از پس کی اینا رو کشته؟ اگه اینا نکشتن پس کی کشته؟ یعنی ایشون چون به سبک نظام تبلیغاتی ایرانی یه طرفه منبر میره و به سبک منبرها اینا پاسخ نمیده. ولی یه محور مهم دیگه در صحبت‌های ایشون این بود که شرایط کشور خیلی سخت، دولت روحانی به طور عام و وزارت اطلاعات ما از همون اول اساس کار بر پایه شر و جمله جالبی که ایشون میگه این هست که 80% حملات به ما توسط افراد درون نظام صورت میگیره، 20% توسط مثلا افراد بیرون نظام و خارج از کشور. این یه نکته مهمه. یه نکته میگه اگه آقای خامنه‌ای نبود دولت چندین بار زمین خورده بود یا زمین زده شده بود، که این جمله رو به کار میبره. ولی اون چیزی که ایشون نمیگه این هست که خب اونایی که دولت رو میخواستن زمین بزنن، 80% اونایی که به وزارت اطلاعات حمله میکنن درون نظامن، اینا کیا هستن؟ اینا همون عوان و انصار و جریان آقای خامنه‌ای هستن. و این پارادوکس نماد در واقع ساختار جمهوری اسلامی است که مهندس صابی تو مجلس خبرگان گفت با کشور نمیشه با دو تا رژیم سیاسی اداره کرد. آقای خامنه‌ای از یه طرف به آهو میگه بدو، از اون طرف به تازی میگه بگیر. یعنی آقای خامنه‌ای در حدی که مصلحت نظام و حفظ جریان ولایی است و حفظ نظام هست از دولت حمایت میکنه، ولی از اون طرف اون 80% که به شما حمله میکنه، خب همه نهادهای تحت امر آقای خامنه‌ای هستند. و این یه نمادی است از وضعیتی است که به اصطلاح در کشور وجود داره. آقای علیجانی، صحبت از نهادهای به قول شما تحت امر آیت الله خامنه‌ای کردید. یکی از نهادهای امنیت ایران دارای یک نهاد امنیتی و یک وزارت اطلاعات نیست، به هر حال سازمان اطلاعات سپاه هم هستش و عملکرد دستگاه‌های امنیتی رو در نظام جمهوری اسلامی تنها نمیشه به هر حال خلاصه کرد به عملکرد وزارت اطلاعات. تا چه اندازه اظهاراتی که آقای علوی میکرد نشان دهنده نوعی رقابت بین دستگاه‌های اطلاعاتی بود، چه در نوع کار چه در نوع کارنامه‌ای که میخوان به مردم ارائه بدن؟ بله، ایشون شاید مهمترین دغدغش اینجا با یه ادبیات منفعلانه و اون روش ذلیلانه‌ای که دولت روحانی در برابر دولت بیگ داره، همه انگیزش و شاید 3/4 سخنرانیش ناشی از همین هست. ایشون میخواد لیست اسامی نهادهای امنیتی رو بشموره، 2 دقیقه طول میکشه و بعضیش هم اشتباه میگشت و تلفظ میکنه. ولی مثلا اون جریان روح الله زم رو آدم ربایی کرده، این جریان هم میخواد بگیم آقای شارمن رو آدم ربایی کردیم، ما این کاری کردیم، اون کاری کردیم. بعد میگه من رئیس جامعه اطلاعاتی هستم، درخت رو از میوهش میشه شناخت. شما مجموعه این نظام امنیتی ترورای هسته‌ای رو، دانشمندای هسته‌ای رو کی کرده؟ شما جواب بدین، اطلاعات سپاه جواب بده. خود ایشون میگه ما در دستگاه‌های سطح بالا جاسوس دستگیر کردیم. خب اینا مگه اسم و عنوان ندارن؟ شما فقط یک دستفروش یا یک روزنامه‌نگار رو دستگیر می‌کنید، باید اسم اسامیش کامل بگین. خب اینا کیا هستن؟ شما در روز روشن اسناد امنیتی تو از کشور سرقت میره، اینا رو کی انجام میده؟ البته خب بخشی از کارهایی که ایشون میگه البته کرده، میگه ما در 7 سال امکاناتمون 10 برابر شده و این نشون میده که خب یه نظام که پایه اصلیشون مسائل امنیتی است. یا میگه که ما بولتن‌ها و تحلیل‌های متفاوتی داریم میگیم. بله اینم درست میگه، هم این نهاد هم نهادهای موازی همه آژیر خطر اعتراضات مردمی رو دارن میکشن و فقط گوش شنوای ولی فقیه هست که این آوا آشنا نشده. سپاسگزارم. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی که از پاریس با ما صحبت کردن. تصور کنید با سرعت 120 کیلومتر در ساعت در اتوبانی شلوغ در حرکتید و می‌خواهید فرمان خودرو را رها کنید. خودروسازان می‌گویند از نظر فنی این کار
کاملا قابل اجراست. حالا دولت بریتانیا میگوید رانندگی بدون اینکه فرمان رو به دست بگیرید ممکنه سال آینده میلادی قانونی بشه. به این منظور دولت در حال مشورت با کارشناسانه. جان کی خبرنگار بی بی سی دست به فرمان که چه عرض کنم دست بی فرمان شده. وضعیت جاده امروز بسیار خطرناک است. آیا در چنین شرایطی اجازه می دهید کامپیوتر خود رو شما رو براند؟ حالا فرمان رو بل کردم. من این فناوری را در یک پیست آزمایشی خصوصی و بدون حضور هیچ ماشین دیگری امتحان کردم. درست مثل اینکه در بزرگراه باشم. حس خیلی غریبیه. به خصوص برای یکی مثل من که دوست داره همه چی تحت کنترلش باشه. اما ماشین داره خودش درست بین خطوط میره. خطکشی جاده پیچ و خم داره. دارم وسوسه میشم فرمون رو بگیرم اما نمیگیرم. وضعیت خیلی عجیبیه. قبلا هرگز همچین کاری نکردم. فعلا چون این خودروهایی از شما میخواهند پس از 15 ثانیه دوباره فرمان رو بگیرید. اما مقاما میخواهند بدانند که آیا فناوری آنقدر قابل اعتماد است که رانندگان اجازه داشته باشند مدت طولانی تری به فرمان دست نزنند؟ راستش این میتونه جون انسانها رو نجات بده. تخمین میزنند که این فناوری بتونه در یه دهه جون تقریبا 4000 نفر رو نجات بده. دولت در حال مشورت با سازمان‌های ایمنی و صنعت خودروسازی است. اما رانندگان چه نظری دارند؟ آره، من به فناوری اعتماد دارم و خیلی از اختراعات رو استفاده می‌کنم. اما خوشم نمیاد که انسان هیچ کنترلی نداشته باشه. صادقانه بگم، به نظرم دیوونگیه. ماشین خودران حماقته. مقامات هنوز در پی خودروهای کاملا خودران نیستند. اما اگر قرار باشد بریتانیا در مسیر استفاده از چنین خودروهایی حرکت کند، احتمالاً تغییرات بزرگی باید در قوانین و بیمه صورت بگیرد. فرق اینکه شما رانندگی کنید و مسئولیت با شما باشه با اینکه ماشین رانندگی کنه و مسئولیت با ماشین باشه خیلی زیاده. تا موقعی که ماشین نتونه مثل یک راننده ماهر رانندگی کنه، نمیشه خودران حسابش کرد. دارم سعی میکنم در برابر وسوسه گرفتن فرمون مقاومت کنم. اوه خب اینم از این. در این مسیر چیزهای زیادی هست که ما باید عادت کنیم و مقامات هم برایشان چاره‌ای بیندیشند. رانندگی آینده قطعا متفاوت از امروز خواهد بود. سوال این است که چه سرعت تغییری مطلوب ماست؟ جان کی، بی بی سی نیوز، هندز فری. و تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما ببینید. bbcpersian.com. برنامه های تلویزیون و رادیو رو میتونید در سایت فارسی بی بی سی بشنوید و ببینید. اطلاعات مربوط به برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی و ساعت پخش رو هم میتونید از طریق وبسایت ما به دست بیارید. به پایان این بخش خبری از بی بی سی در لندن رسیدیم. ممنونم از همراهی شما.